سلطان. ما از مدت ها پیش به تو اعتماد نداریم ذوالفقار، چرا تو را باور کنیم؟ همه می دانند تو به کشم وفادار هستی. من خواستم بیاید والدم. می دانید دیگر شرایط عوض شده. والدم اجازه دهید تا بدانیم مسئله چیست. سلطان عثمان با کشتن شاهزاده مهمت به پایان خود رسیده است. علما و ارتش نگران هستند. پایگاه در خروش است. در اولین فرصت سلطان عثمان را از سلطنت برکنار می کند. آن وقت چه کسی بر تخت خواهد نشست؟ یک طرف پسر دیوانه حلیمه مصطفی، طرف دیگر هم شاهزاده کوچک کشم. آری دیگر باید بزرگتر و ارشد به سلطنت برسد، یعنی به پادشاهی قوی و باهوش مانند تو احتیاج داری. به همین خاطر پیشنهاد هماشاه سلطان را قبول کردم. دعوای سلطنت باید تمام شود. برای نظام کشور شاهزاده اسکندر باید به سلطنت برسد. حرفهایت عاقلانه است، لکن نمیدانیم تو با فکر چه کسی به اینجا آمده ای. والدم با من بیایید. چشم از او بر ندارید. هماشا، تو اصلا میدانی چه میکنی؟ تو عاقل نشده ای؟ از اتفاقات درس نگرفته ای؟ والدم، ذره‌ای به ذوالفقار اعتماد کنید. او صادق است. از کجا میدانی؟ میدانم. موضوع امروز تقدیر دولت عالیه است. شما هم قبول کنید. به کمک احتیاج داریم. میدانید که ذوالفقار با پایگاه روابط مستحکمی دارد. زیر سایه او میتوانیم پشتیبانی ینیچری ها را داشته باشیم. چگونه با چند کلمه میتوانیم به او اعتماد کنیم؟ اول باید اعتمادمان را جلب کند و تا آن زمان نباید در کنار اسکندر باشد. هرگز نباید جایش را بداند، نه تو نه او. گفته بودید در دیدار بعدی یا من جانت را میگیرم یا تو جان مرا. اکنون به اینجا آمده و میگویید با من بیعت میکنید. عفو کنید شاهزاده، لکن اون شرط را من نگفتم، شما بودید. شاهزاده مهمت کشته شده و برای بقای دولت عالیه من باید کار درست رو انجام دهم. آلیس، بالاخره دیر یا زود به سلطنت میرسیدم. کسانی که در مقابل من مخالفت کنند به جزایشان خواهند رسید. همراهانم نیست به پاداششان میرسند.
خوشحالم که راه درست را پیدا کردی پاشا. انبارمون به زودی خالی می شود سلطانم. ارزاق ما خیلی کم است. نمی دانم چقدر دیگر دوام می آوریم. همه به لقمه اینان محتاج هستند. تا آخرین لقمه را قسمت می کنی. خداوند یاریمون می کند. خداوند راضی باشد. سلطانم، کشم سلطانم، تو را به خدا کمک کنی. شما درمان بیچاره ها هستی سلطانم. بگو خاتون. فرزندم شیرخواره است، از سرما و گرسنگی در حال مرگ است. سلطانم خواهش میکنم کمک کنید. میگویند دستان شما شفا بخش است. فرزندم را نجات دهید. مرجان به شفاخانه ببریدش. حکیم ها رسیدگی کنند. با من بیا خاتون. حالش خوب میشود سلطانم، او را نجات میدهید. انشاءالله. خداوند راضی باشد. خاطر آن پادشاه ظالم سلطان عثمان همه گرفتار شدند. حال در قصرش خوش می‌گذراند. کسی که بالاست از زیر دستان خبر ندارد. چه کسی به فکر مردم و سربازان است؟ ببین چه وضعی داریم. بفرمایید. ممنونم. بفرمایید عمو. ممنونم. بفرمایید خاله جان. باید ببخشید. خداوند راضی باشه. کار دیگری از من ساخته نیست. خداوند دست و راضی باشه. خدا خیرت بدهد. خداوند دست و راضی باشه. خیلی سرد است. کنار تو هم برو کنار. برای چه ایستادی؟ در را ببندید. اوی خدا خیلی سرد است. خدایا تمام عمرم چنین سرمایی ندیدم. استخوان‌هایم یخ زده، منجمد شده. اوی همه پریشان هستند. والله باید بنشینیم و به حالمان شکر کنیم. پایتخت متروکه شده. مردم دیگر نه جان دارن نه مال و اموال. بیرون بودن درد بزرگیست. خدایا تو بزرگی، زودتر بهار بیاید. آن زمان هم سرورمان به جنگ می رود. دیر یا زود می رود. بهتر از شما هم آماده باشید. انبارهای قصر قدیمی را هم باز کنید.
باید تا وقت هست احتیاجات برطرف شود. اطاعت می شود سلطانم، لکن صفیه سلطان و حلیم سلطان خوشش نخواهد آمد. هرچه می خواهند بگویند ملک. سلطانم، وزیر اعظم اوهلی حسین پاشا آمدند، می خواهند شما را ببینند. شما ادامه دهید. سلطانم. حسین پاشا، فرزندانم چطور هستن؟ اطلاعاتی داری؟ خدا را شکر، همه سلامت هستند. جایی برای نگرانی نیست. خدا را شکر، دیگر چه؟ چون تدارکات ادامه دارد، سلطان عثمان از تصمیمش باز نگشته. زمستان که تمام شود به جنگ لهستان می رود. زمستان تمام نمی شود تا وقتی عثمان از سلطنت برکنار شود. انشاءالله. در زم سلطان، کسی که دنبالش بودید را دستگیر کردی. بفرمایید. ممنونم. زنده باشی فرزند. بفرمایید. خداوند راضی باشه. تو چند وقت هست که اینجای عمو؟ اینجا یک عمارت هست، تو رو با آنجا میبرم، برای جای پیدا میشود. باشد. نه ترس، به تو آسیبی نمیرسانم، فقط از اینجا رد میشدم، میخواستم کمک کنم. برای چه ایستاده ای؟ کمک کن تا ببریمش. بیا برخیز برخیز. آنها کیستن؟ من تاجر هستم، آنها نیز همراهانم هستند. به کجا می روی؟ آن طرف آن پشت کشم سلطان یک امارت دارد، او به ما کمک می کند. به جز او کسی به فکر مردم نیست. ای کاش سلطان عثمان از قصرش بیرون می آمد و حال مردم را می دید. از کجا می دانی؟ شاید می بیند. فکر نمی کنم، چشم او را خون گرفته. همه ما داریم تابان گناه او را می دهیم. آن خائن اینجاست سلطان. آیا شبها می توانی راحت بخوابی جناب تاج کوپوروزاده؟ سلطانم ببخشید، من اصلا من بیخوابم. صدای پسرم رو میشنوم. به خاطر تو فرزندم رو از دست دادم. سلطان عثمان با فتوای تو مهمتم رو کشت. من هیچ تقصیری ندارم سلطانم. جناب آقا عمر مرا تهدید کرد، مرا میکشتند، مجبور شدم. مرا عفو کنید سلطانم. نوبت به آقا عمر هم میرسد. صفیه، حلیمه، دلربا، داوود و آن سلیمان پست فطرت، همگی تاوان گناهانشان رو خواهند داد. لکن ابتدا تو. سلطانم داوود، برای شب ضیافت داریم سلطانم. تمام حیوانات از سرما تلف شده اند، این را چطور یافتی؟ زیر سایه دوستان خوب، البته کمی گران شد. این روزها همه چی کمیاب است. مصطفی در این سرما چه حالی دارد؟ سلطانم خدا را شکر که گرسنه نمی‌ماند. باید کمی تحمل کنیم. انشاءالله با رفتن سلطان عثمان به جنگ همه چیز
عوض می شود. انشالله تا بود. دیگر طاقتم تاق شده است. سلطانم، برای تو اینجا خیلی بهتر است عمو جان، برای جای خوابم پیدا میکنیم. خدا راضی باشد. خدا از تو راضی باشد. با وجود خطر به مردم کمک میکنی. نمیترسی؟ البته که میترسم، لکن از غضب خدا بیشتر میترسم. وقتی این همه مردم در سرما و گرسنگی بودن، نمیتوانستم در خانه گرمم بمانم. برای عمو آش میگیرم. اینجا منتظر باش، برای تو هم میآورم. کمی گرم شوی. وای بیستید، چه میکنید؟ شما چه میکنید؟ دستور کشم سلطان است بلبل آقا. خب؟ بین مردم پخش میشود. این چه کاریست؟ ارزاق تمام شود چه کنید؟ به وقتش فکری میکنیم. از گرسنگی همدیگر را میخوریم گفته باشم؟ پس من با که حرف میزنم؟ حال مردمم خوب نیست مباشر آقا. هر وقت که پرسیدم گفتی رسیدگی کرده و کسی در سرما نیست، لکن به چشم خود دیدم پریشان هستند. به آنها کمک نکرده اید؟ هر کاری بتوانم انجام میدهم سرورم، لکن چنان سرمایست که نمیتوان به همه رسیدگی کرد. باید رسیدگی شود. به هر کوی خانه ای سر میزنید. هیچ کس نباید گرسنه بماند. مردم امانت خداوند هستند. نگهداری از آنها وظیفه ای به گردن من است. جنت کالفا، امر کنید سرور. سری انبارهای قصر همایونی را باز کنید. هر چه داریم و نداریم با مردم قسمت میکنیم. هر کس هر کاری میتواند انجام دهد. هیچ کس را درمانده نمیگذاریم. ارزاق به همه داده شود. مال و جان مخالفان را هم خودم شخصا میگیرم. اصلا نگران نباشید سرورم. هر کاری بتوانم انجام میدم. جانت، این قهر کی تمام می شود ها؟ کی به قصد من باز می گردی؟ والله نمی دانم جناب عمر. به خاطر تو گناه کشته شدن شاهزاده مهمت وبال من شد. حتی نمی خواهم تو را ببینم. اراده سرور من از هر چیزی مهمتر است. من تنها اوامرشان را اجرا کردم. پس بگویم که خطا کرده ای جناب عمر. اصلا نمی دانی ما را گرفتار چه بلایی کرده ای. تو چه میکنی کشم؟ معلوم نیست زمستان تا کی ادامه دارد. انبارها را باز کردی. مردم هرچه بخواهند بخورند و بنوشند. نترس، تو و دخترت از گرسنگی نمیمیرید. به خاطر مرگ فرزند مرحومت ما را متهم میدانی. لکن این تو هستی که فرزندم را برکنار کردی و پسرت را به سلطان عثمان تحویل دادی. خودت به چاهی که کندی افتادی. پس مرا تهدید نکن. لزومی هم ندارد. صفیه سلطان همه چیز را حل میکند. وقتی کارش با شما تمام شد به حسابتان میرسد. منظورت چیست؟
خیلی دوست داری بدانی میگویم. عمر زیاد سرفه میکند. دارو به امیدم، اما چه فایده؟ در این سرما به هیچ دردی نمیخورد. مردم از چشم من میبینند ملک سیما. با کشتن برادرم من باعث این فلاکت شدم. هرچه میخواهند بگوید. قلب تو انقدر مهربان است که کسی قدرت ندارد سیاهش کند. تو هر کاری کردی برای دولت عالیه بوده، به خاطر آینده شاهزاده انجام دادی. مگر قانون این چنین نبوده؟ به خاطر نظام کشور مگر ده ها پادشاه سالها این کار انجام ندادند؟ من با صفیه سلطان هم دست نیستم کشم. یک بار خطا کردم و نتیجهش را دیدم. گمان میکنی از او سود میبری؟ لکن او تو را بازیچه کرده. چه میخواهی بگویی؟ فریبت میدهد. به خاطر شاهزاده مصطفی نیست، به خاطر پسرش است، به خاطر اسکندر. ممکن نیست. اسکندر سالها پیش مرده است کشم. من نیز چنین فکر میکردم، لکن نمرده. ذوالفقار پاشا او را نکشته. میدانی که او به اسکندر آموزش میداد. صفیه سلطان وقتی فهمیده او را پنهان کرده. اصلا نمیدانیم کجاست و چه میکند. اثباتش کن. حلیمه دوست داری باور کن. لکن فراموش نکن اگر صفیه سلطان موفق شود همه ما نابود میشویم. انبارهای قصر را باز کردند. دستور دادم هر کاری که لازم باشد انجام شود. می دانید که کشتی ها نمی توانند به بندر بیایند. باید با همین مقدار آذوقه سر کنیم. خیلی از بارها در راه از بین می روند. مردم گرسنه هستند سرورم. می کشند، می دزدند، جان می دهند. معاذالله اینها از نشانه های قیامت است. خداوند بندگان را امتحان می کند. جناب شیخ الاسلام، درباره قتل شاهزاده مهمت و این اتفاق حرفایی می شنوم. وظیفه علماست تا مانع شوند مردم چون این شایعاتی نگویند. هر کاری لازم باشد انجام می دهم سرورم، لکن نمی دانم فایده دارد یا خیر. من بر حسب وظیفه هم درباره برادرتان به شما هشدار دادم. بیا. مزاحم شدم، لکن وقت دارویتان است پدر جان. حکیم گفته کوتاهی نکنید. سرورم، عفو کنید. دخترم عقیله. داخل شو. سلطانم. حاجی آقا پس آمدی؟ آمدم سلطانم. امرتان را گرفتم لکن راه ها بسته بود، به سختی آمدم. انشاءالله سرورمان چیزی نگویند و اجازه بدهند بمانم. فکر میکنی حرفش برایم مهم است؟ به تو احتیاج دارم. افتخار میکنم.
سلطانم، شنیدم، تسلیت میگویم. برای شاهزاده ایمان آنقدر ناراحتم که هنوز باورم نمیشه جایش در بهشت باشه. آمین. ممنونم دخترم. دخترها و پسرهای بزرگم تشکیل زندگی دادند و رفتند. فقط عقیله با من مانده. مرا تنها نگذاشت. با ارزشترین دارایی زندگی من است. خدا حفظش کند. جناب اسحاق، این اتفاقات به حد کافی مرا هم ناراحت کرده. من میخواهم که هم علما و هم رجال دولت پشتیبان من باشن، حامی دولت، نه مخالف من. ما همیشه در کنارتان بودیم سرورم، لکن شما ما را نادیده گرفته و بی توجه به مقام فتوا از قاضی القضات فتوا گرفتید. جناب اسحاق، وقتی وظیفه اصلی را فراموش با کشم سلطان جلسه مخفیانه تشکیل میدهید چه میخواهید؟ من برای همکاری به اینجا آمده بودم، اما فهمیدم که شما امور را فقط بدتر می کنید. سربرم، ببخشید. آن روز ندانسته درباره شما بدگویی کردم. همه پشت سرم حرف می زنند. آن روز شما با حضورتان به من نشان دادید که اشتباه فکر می کردم. غلامان و سربازان پای تخت را وجب به وجب می کردند. نگران نباش، تمام محله ها جستجو می شود. هیچ کس را گرسنه رها نمی کنم. خداوند شما را از سرمان کم نکند. شیر گرم کردم سلطانم، برای تا خوب است. ممنونم. جنت گفت هر کاری میتوانسته انجام داده، لکن خیلی دیر شده بود. وقتی گفت با آقا عمر ازدواج کرده سلطانم، باید از هر دویشان رها میشد. به خاطر امنیت فرزندانم در حرم به جنت نیاز داریم. بزرگترین تهدید ما صفیه سلطان است. در اولین فرصت شاهزاده اسکندر را بر تخت می نشاند. حتما منظورتان شاهزاده مصطفی بود. اسکندر زنده است حاجی آقا. چطور؟ از عثمان پنهان کردم. اگر صفیه سلطان بفهمد انکار می کند، احتیاط کرده و او را مخفی می کند. دیگر نمی توانیم او را بیابیم. سلطانم، پس باید چه کنی؟ از جایی که فکرش را نمی کند او را به زودی نابود می کنی. هماشا، مخفیگاه اسکندر امن است؟ اطلاعی ندارم. والدم این بار سرسخت شده، هر طور که هست از من هم پنهان می کند. لکن شک ندارم که برادرم در امنیت است. به همه چیز فکر شده است. من باید خودم از شاهزاده مراقبت می کردم، لکن صفیه سلطان به من اعتماد ندارد. در حقم بی‌انصافی می کند. بعد از آن همه اتفاق آسان نیست. من تو را باور کردم، او نیز تو را باور می کند. اعتمادش را جلب کن، کمی زمان بده.
اسکندر زنده است، درست است؟ کشم مطمئن بود. چطور باور میکنید والدم؟ مانند همیشه در پی خیانت کردن است. برای اینکه ما با صفیه سلطان رو در رو شویم چنین میکند. هیچ نقشه‌ای نیست دلربا، دروغ نیست. چرا باید بگوید اسکندر زنده است؟ فکر نمی کنم کشم در این خصوص دروغ بگوید. به علاوه از صفیه سلطان همه چیز برمی آید. با حرف کشم می خواهیم نقشه بکشیم؟ ذره‌ای به او اعتماد ندارم. هر چقدر بحث کنیم بیهوده از سلطانم. به این شکل به جایی نمی رسیم. باید بفهمیم اسکندر زنده است یا نه. موضوع این است. چطور می توانیم؟ من انجام می دهم. سبحان الله. چه شد بلبل؟ از دیدن دوست قدیمی خوشحال نشدی؟ تو از کجا آمدی؟ سرورمان تو را به بس تبعید کرد. وقتی کشم سلطان مرا خواستند از نیمه راه بازگشتم. میدانی که همه چیز عوض شده. نباید سلطانمان را تنها بگذارم. یا خدا یا رب، از در بیرون کنیم از پنجره می آید. نگاه نکن، کمک کن. راستی تو چطور آمدی؟ برف و بوران است. اصلا نپرس بلبل، از راه خیلی سختی آمدم. قصر را دیدم، گفتم از اسکودار می روم، اما دریا یخ بسته بود. دریا؟ مردم روی دریا می رفتم، من نیز به دنبالشان رفتم. والله که مردم و زنده شدم. کاشان یخو میشکست و به اعماق دریا میرفتی. حتی اقل این هیکلت به درد ماهی ها میخورد. با جناب اسحاق خیلی خوب حرف نزدم. معلوم است نمیخواد رابطم با علما درست شود. باید جناب شیخ الاسلام را به سمت خود بیاوریم سرورم. میدانید که از خانوادگی محترم و صاحب نفوذی است. اگر بتوانید او را داشته باشید علما هم می آیند. این گونه رفتار همه نسبت به شما عوض می شود. در آستانه جنگ چنین کمکی از واجبات است سرورم. متوجهم آقا، چاره ای هم برایش دارم. چه فکری دارید سرورم؟ با دخترش عقیله ازدواج می کنم. این گونه پدرزنم می شود. بخواهد هم نمی تواند با من مخالفت کند. داوود پاشا، آیا از من خطایی سرزده است؟ چرا من را به اینجا آورده اید؟ عباس آقا، تو به صفیه سلطان نزدیک هستی. این که از رازش با خبری آشکار است. اکنون به من بگو، پسر صفیه سلطان اسکندر زنده است؟ حقیقت دارد؟ چطور؟ ممکن نیست پاشا، شاهزاده من سالها پیش فوت شدند. عباس آقا، دوباره نمی پرسم، شاهزاده اسکندر زنده است؟ رحم کنید، خواهش میکنم، من چیزی نمیدانم. عباس آقا، آری زنده است، شاهزاده اسکندر زنده است. پس درست بوده. کجاست؟ نمیدانم پاشا، قسم میخورم کسی از کارهای صفیه سلطان خبر ندارد. رحم کنید، خواهش میکنم، بگذارید بروم. میروی عباس آقا؟ البته که میروی.
بیا. مرا خواسته بودید سرورم. جناب شیخ الاسلام خوش آمدید. میخواستم درباره موضوعی نظرتان را بدانم. خیلی مهم است. انشالله که خیر است. جد بزرگم سلطان عثمان خان به علمایی چون شما خیلی بها میداد. مخصوصا جناب شیخ ادب علی. میدانم سرورم. به حرف جناب ادب علی ارزش میدادند. برای هر تصمیمی مشورت و به حرفایشان گوش میکردند. آرزوی من همین است. تصمیمی دارم. نظرتان را میخواهم. همونطور که جدم سلطان عثمان خان با دختر جناب شیخ ادب علی ازدواج کرده، من نیز میخواهم با خاتونی آزاده و مسلمان ازدواج کنم. این باید بیشتر اتفاق میافتاد سرورم. طبق عرف چنین ازدواجی هرگز خوشایند نخواهد بود. مهم این از شما چطور برخورد کنید، زیرا دختری که طالبش هستم دختر شماست، عقیل خاتون.